پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و معرفی ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر تازه این گروه اختلاف در میان طالبان پدید آمد و ادامه این اختلاف ها سبب شد تا ملا رسول یکی از چهره های برجسته طالبان از سوی کسانی که از اختر محمد منصور ناخشنود بودند به حیث رهبر تازه این گروه معرفی شود ده امانتی چه ارچه تسپرل کیری امانتی نو ار وخت په کارو د کارو اهل کسان راسی هغه کی اسلام ټول کی اسلام میگوید که تا آخرین دم در برابر حضور نیروهای خارجی در افغانستان مبارزه خواهد کرد آگاهان به این باورند که وی با داشتن چهره های سرشناس طالبان در کنارش میتواند رقیب جدی برای اختر محمد منصور باشد اما برای پاکستان اداره هر دو رهبر طالبان ساده است آیسای بوزی تو گونه ایر برای انداخته اگر یکی به سر میز مساله می آه دیگری به خاطر جنگ آمادگی داشته باشه یک بوزی پیچیده است به خاطر دوام جنگ در افغانستان مولا رسول از قوم نورزای است و در ایران نیز پناهنده بوده است به گفته ای منابع این نشست در بگوای فرا به تاریخ اول نوامبر سال جاری برگزار شد و طالبان زیادی بیعتشان را به مولا رسول اعلام کردند. که او افسانه نه حقیقت دی هیڅ څوک قاتل نه دی داعش مور د کلتور مور د مذهب مور د نانی څخه خلاف دی داعش په فندستان کې نوو نه بیا راځي داعش دا ولی جوړ سو هغه د منصور د کارکدګي پر نتیجه کې جوړ شوی دی داعش منصور جوړ کړی دی منصور تر تپ کړی دی منصور ته ممکنه کړی دی برځه منصور د ایران څخه د ازبکستان څخه د امریکا څخه ډله پر خیسي دی اکنون که شگاف میان گروه طالبان جرفتر شده است دولت افغانستان چه کاری باید انجام دهد؟ من متیقن هستم که اگر دولت افغانستان افتکار عمل به دست بگیره میتونه اینا را به شکل خوبتر و بهتر در روند صلح و پروسه سال شامل بسازم. ملا منصور دادالله که در سال 2007 میلادی با یک فرمان ملا محمد عمر از صف طالبان بیرون کشیده شد و یک سال پس از آن در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر گردید یکی از معاونان خشمگین ملا رسول به شمار می رود دیده شود که این رویدادها و اختلاف نظرهای تازه در میان طالبان سرنوشت این گروه را به کجا خواهد کشانید